سلام به برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم، چوپان راسکو. اولا دمتون گرم به خاطر این وایس دادن سختیتون روز 11 دمتون گرم به خاطر شکستن رکورد توییتر هشتگ مهسا امینی. تازه فکر کن ایرانو بستن و توییتر 100 میلیون شده، اگه ایران نبسته بودن الان 500 میلیون شده بود. آره 100 میلیون رکورد دنیاست. و چطوری این موضوع چشم باز کن نیست برای مسئولای کشور و فقط میان میگن اینا آدم عوضی هم. فقط دنبال داستانن که اینو بچرخونن. واقعا من نمیفهمم چرا. میدونی اگه مردم میخوان تو خیام میگفتن آقا باید به ما ماهی 100 میلیون پول بدی، میگفت آقا چر میگی دیگه، آف کورس نمیتونم. ولی خواستشون خیلی نرماله ها، دارن میگن آقا به مردم آزادی بدین که حرف بزنن، آزادی بدین که خودشون باشن. تو آزادی خیلی ساده که همه جای دنیا نرماله. اینو چرا شما نمیتونین بفهمین is beyond me. امروز مهسا رو هنوز کامل نمیشتم، مک نیومد، مهوه نیومد، مهوه حسه نیومد، مهسا که نوشتم 20 تا دیگه اومد. مهسا دو تا اندرسکور امینی، مهسا مثلا چه میدونم به جای مش ان گذاشتن، نمیدونم. یعنی اگه تو بدونی به چقدر اینجا من اصلا پروکور کم میخته بود که چقدر زحمت میکشم واسه سرکوب کردن بی دلیل مادرتون رو سرویس. یه سری مردم اومدن میگن آقا ما میخوایم راحت باشیم، شما نظرتون اینه که نه ناراحت نباشین، ما دهنتون رو میخوام صاف کنیم. چرا؟ چرا منطق تخمیتون چیه؟ واقعا چقدر عقب موندگی؟ تا کی آخه احتیاج داریم ما به این احمقیت نشون بدیم؟ بعد این سربازا که میریزن بیرون میگیرن مردمو میزنن فلان، به خدا اینا مش عقده‌ای ان، فقط دنبالن که کونه دختر رو بگیرن، ممه دختر رو بگیرن، یه پسر رو به قصد مرگ کتک بزنن که عقده‌های خودشون خالی کنن. خب چرا یه کشور ساختیم که انقدر عقده‌ای توش زیاد باشه وقتی میتونیم همه با هم خوشحال باشیم؟ 200 تا کشور دیگه دارن دینای متفاوت با هم زندگی میکنن. بهترین مثالش هم میشه کانادا. تمام دینا دارن با هم زندگی میکنن. من توی کوچه خودم دو تا کلیسا فقط وجود داره، یکیش مال کیکیه، یکیش مال کیکیه، که چه کاری به کارشون نداره. پوینت چیه؟ پوینت اینه که میکشیمتون چون میخوایم روسری سرتون کنین، یا میخوای ثابت کنی که زورگویی. اگه میخوای ثابت کنی زورگویی، چرا میخوای ثابت کنی زورگویی؟ چه سودی داره این زورگویی وقتی میتونی با آدم و با هم خوب باشین، کشور رو بسازیم؟ چرا به نظرم از زورگویی بره؟ این هم کشور که دارن خودشون مفید میسازن، به تمام قدرت و خوشحالی و رفاه میرسن، ایرادی توش داره روسری سرشون نیست؟ یعنی مثلا تو الان به توی کشور مثلا کره، مشکل اینه که همه چیزشون خوبه، پیشرفت کردن، ماشیناشون قوی شده، تو دنیا پیشرفت کردن، نمیدونم مردمشون سطح زندگیشون اومده بالا، غذا بهتر میخورن، خونه بهتر زندگی میکنن، آشغال دیگه تولید نمیکنن، ها و و و و و و، ولی کیری ان چون روسری سرشون نمیکنن. یعنی منطقه واقعا این اولاغی که مثلا اینو باور داره چیه الان؟ اگه این منطقه درسته، چه جوری همه کشور دیگه که میدونین دو تا کشور نیستش که روسری توش مجبور اجباریه، همین یه دونه احمقونه است. چرا نمیشه مثلا این رئیسی میومد میگه آقا من میدونم مردم همه اینو میخوان، ما یه رای گیری میذاریم تو خودمون، من میام آقا روسری رو ورداریم، نمیخوام بین مردم دیگه، میبینم که اندازه کافی میخوان، آقا آزاد باشه، هر کی میخواد سرش کنه، هر کی میخواد سرش نکنه. چرا این مثلا آوتکامش نباید باشه؟ چرا باید دعوا و دیوونه بازی باشه؟ یکی این که میخوام بگم طرف سمت مام باباها، آقا مام باباها خیلی واقعا بیورزه و کم کارین، نه مغازه‌ای بستین، نه اتحادی کردیم با بچه ها، نه نمیدونم تو روز فلان، هیچ کاری نکردیم، همه روز این شهر داره نرمال پیش میره، با همه جان کار میکنن، شبام مردم میزن تو خیابون. کاش اتحادی بینمون بود. حالا من به این موضوع فکر کردم، دلیل میبینم توی این داستان، چون همه چی به اتفاق به دلیل میفته. کشورها وقتی انقلاب میکنن بدتر میشن. خب تو این اصلا بحث نیست. چرا؟ چون وقتی تو میریزی و دولت از بین میبری، این دولت درست کردن کار آسونی نیست. اینجوری نیست که مثلا فردا مثلا همه یهو ظاهر بشن صبح میاد من پسر خوبی هستم، لطفا منو بذارین برم بشم رئیس وزارت برق. نه، یه نفر رو باید بیاد دور بشه رئیس وزارت برق، یکی باید بشه رئیس وزارت آب، یکی باید بشه رئیس فلان تلویزیون، فلان 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 فلان. واسه همین انقلاب کشور رو خراب میکنه. و دلیلی که مامان باباها نمیریزن تو خیابون و قاطی نمیکنن فکر کنم همینه، چون میگه آقا من بریزن این کارو کنم که چرا از این بدتر بشه، این بچه‌ها نمیدونن، ما یه بار کردیم دیدیم چی میشه. الان 80 هم قاطی کردن ریختن تو خیابون که میگن بابا، چون میفهمن خرابیه ولی راه حل وجود نداره. الان به نظر من ما باید آماده بشیم واسه یه دونه تغییر گنده. الان قیام ایران فقط عصبانیته، خیلی عصبانیش به هم به خود منم خورده. من ویدیو دادم از یه نفری که خارج از ایران اومده تظاهرات رو ساپورت کرده، یکی بهش کامنت گذاشته که تو خارج از ایران زر نزن، نشستی اون پشت خیال راحته، ما داریم اینجا کشته میشیم.
من راجع به این گفته بودم که آقا ما از این بیشتر نمیتونیم کاری بکنیم، یه حرف بیخود نزنین. کلی به من قرض داده بودن که چرا گفته بودی ما کاری نمیتونیم بکنیم. مثلا تو همینجا گوش داده بودن، تاشو گوش نداده بودن دیگه. چون تو همینجا گوش داده او میتونیم عصبانی میشیم به سوال بیاد گم بزنیم به سوال. فقط کافه بود ته جمله گوش بده. ما کاری بیشتر از این نمیتونیم بکنیم. دیگه ما میایم الان نرینیم به ما که ما چرا شما فقط این ویدیو درست میکنین از این حرفا. دوما من روی احترام و به خاطر اینکه این اتفاق افتاده برای 7 روز 8 روز ویدیو درست نکردم اصلا. فکر میکنم همه آدما وظیفه‌شون هست این کارو انجام بدن. حالا یه سری ها کلن خاموش شدن تو این چند وقت، اصلا انگار وجود ندارن. این آدما همه ریختن سر اینا، بعد به اینا بد و بینا میگن فلان و بسار. اگه واقعا معنی داشت این حرفایی که داریم الان، مثلا هر کی ببینی با برابکسی که من باشون دوستم الان مشکل دارن، ولی یکی از اینا فالوراشون 5% نیومده پایین تو هیچ پلتفرمی، از تلگرام، توییتر، نمیدونم اینستاگرام، هر جا که فکر بکنی 5% اینا چیزشون نریخته پایین که هیچی. یه سریشون رفته بالا چون اسمشون پخش شده این من و گفته او این یارو به فالو. واسه همین یعنی کسایی که مثلا با من واقعا حال میکنن کسی به من قور نمیزنه. اونی که با من حال نمیکنه آمار منو داره نگه میداره که من اون روزی که یه کار بد کردم بیاد پخش کنه بگه سوهل انه سوهل انه. اونایی که منو دوست دارن اساسشون مهم نیست، چون میگم ما سوهل میشناسیم. اونم که داد میزنه میگه سوهل انه سوهل انه، فقط داره سوهل رو معروف تر میکنه. ولی اگه سوهل نوعی وقتی میومد همچین اتفاق میفتاد ساکت میشد، بعد دفعه بعد که کنسرت میذاشت یه نفر نمیرفت، دفعه بعد که میرفت تو اینستاگرامش میبینی نصف فالوورش یارو ریختن، میگفت او من باید پشت مردمم باشم. ولی وقتی یارو کنسرتش هنوز سولد اوت، موزیکش همونقدر داره پخش میشه که دیروز داشت پخش میشد، همه چی داره میره، فقط حرف حرف حرف. این حرف حرف رو باید کمش کنیم، چون ما فقط یکم داد بزنیم ولی هیچ نوع منطقی نداریم که برای چی داد میزنیم. یعنی حتی پلیس هم اینا، خب پس اینایی که سکوت میکنن میرینیم بهشون، بلکه از سکوتشون میان بیرون به خاطر حرف شما دوباره میرینیم بهشون. میبینی پوینت وجود نداره، فقط ریدنه پوینته که ما الان به این برینیم به اون برینیم. من نمیگم اینا که سکوت کردن کار خوبیه، خب من میتونی ببینید دیگه تو اینستاگرام خودم که سکوت نکردم، تو ویدیوهای خودم سکوت نکردم و من شاید اولین کسی هستم که ویدیو درست کردم راجع به این اتفاق قبل از اینکه حتی شلوغ بشه با عرفان، چون توجه شد که با وقتی ویدیو هم دادیم بیرون چند روز قبلش هم ضبط کردیم دیگه. واسه همین کاملا یعنی همون روز که اتفاق افتاد من از قبل از اون دو تا دختر گرفته بودم به خاطر اینکه هم جنس گران، من از اون دو سر اون شاکی بودم که بابا چه مردم حرفشون رو بزنن، اگه تو کار احمقانه نمی‌کنی کونت گویی نیست اتفاقی واسه نمی‌افته. ولی فقط وقتی که احمقانه است کارتو اینا دنبال اینه که مردمو خفه کنی، چون با خفه کردن راه حلته. اینم همون داستان بود، هیچکی حرف نزنه، هیچکی شیر نکنه، همه چی رو ببندیم، همه چی رو کنترل کنیم، همه زجر بکشن. ما الان دو تا حالت به نظر من وجود داره، یا این انقلاب اتفاق میفته یا نمیفته. اگر انقلاب بیفته کشور به نظر من به گا میره، چون هر کشوری که انقلاب شده بعد از انقلاب بدتر شده، خب اینو همه میدونن. واسه همین الان به نظر من ما باید یه پوینت داشته باشیم. با ما هم منظورم آدمای توی ایران هستن، نه من. من که نمیخوام توی ایران زندگی کنم، من که ایرانی نیستم، من نمیتونم برگردم ایران که الان با خانواده و اینا. واسه همین من دیگه آپشن ایران ندارم. من برای آدمایی که توی ایران هم اینو میگم. حالا اگر این به موفق برسه چیه؟ موفق برسه اینه که میخواد دولت از بین ببریم، ها همه رو بریزیم بیرون و یه آدم بریزه مثلا صدا سیما رو بگیره، کی بریزه مثلا چه میدونم وزارت برق رو بگیره، میشه لاتخونه دوباره، میشه روسیه، یا میشه دوباره همین چیزی که بوده که 40 سال به کثافت کاری کشیده. یه سری در دوز و گشنه لات میریزن تو قدرت و اونا همه چیو میدوزن و خراب میکنن فقط به فکر خودشونن. و من فکر میکنم تکرار این موضوع اشتباهه. یه آدمی مثل علی کریمی الان باید بیاد یه دونه تو توییترش تو اینستاگرامش شاعت سوال جواب بذاره. آقای مردم ایران چی میخواین؟ میخواین روسیه آزاد باشه یا نباشه؟ بعد مردم میگن آزاد باش. بعد میگه که خب نشون میده ناکن بالای 50% گفتن آزاد باشه، پس میخوایم آزاد باشه. گشت باشه یا نباشه؟ فلان چیز باشه یا نباشه؟ نمیدونم این یکی رو زوری باشه یا نباشه؟ تو مدرسه این اتفاق بیفته یا نباشه؟ کلاس قرآن باشه یا نباشه؟ کلاس دینی باشه یا نباشه؟ کلاس عربی باشه یا نباشه؟ چیزای بیخود از بکش از این فرهنگ بیرون. بعد یه لیست درست کنه مثل آدمایی که مطرحن الان، بعد بگه آقا ما تو خیابونا تظاهرات میکنیم تا روزی که این لیست آقای رئیسی بیاد بگه آقا ما این لیست رو انجام میدیم. واسه همین یه خورده کشور باید
به این سمت بره که آقا الان ما میخوایم چیکار کنیم. الان فرض کن آقا تمام رئیسا و سپاهیا همه ریختن بیرون، خب اگه من مثلا بیام بشم رئیس فلان، علی کریم بیاد بشه رئیس فلان، ما که خری نیستیم چیزی بلد باشیم. اون فوتبالیست منم که گل میزنم، واسه همین ما که نباید چون مردم مثلا اعتماد دارن علی کریم آدم خوبی بشه اعتماد کنن که بیاد کشور بچرخونه. چرا؟ چون کشور چرخونه یه سری داستانا داره، دوباره این کشور توی دنیاست، دنیا پر گرگه. الان من یا مثلا علی کریمی آدم درست سوی بلند بره توی این میتینگ ها جلش میدن، مثل ترامپ که بود تو آمریکا اکثر جایی که میدفت سرشو کلا میذاشتن چین و روسی و اینا، علیکی باش مهربونی صحبت میکرد اونم باور میکرد، چون این لول کثیفی اونا رو تو خودشون باید باشی که بفهمی. این 43 سال هم که ایران داره میره جلو، درست این آدم هایی که هستن، مثلا میگم مثلا آقای رئیسی شاید خیلی جواد و دهاتی باشه توی اینه که مردم لباس چرختی بپوشن، خوش نکن چرختی لباس میپوشه، فکر کنم مثلا من بیام لباس از این گلا بپوشم چون میگم تو غار اینجوری میپوشن، اونم لباسی که داریم میپوشه که 2000 سال پیش تو صحرا بوده وقتی کولر نبوده، مثلا این کلن دهاتیه تو این نظرها. ولی شاید مثلا توی اینی که بتونه بره مثلا ایرانو تو دنیا بهتر نشون بده، مثلا برنش رفته نیویورک حرف زده. چرا؟ چون الان دنیا احتیاج داره به ایران، به انرژی لازم داره سر روسیه و این حرفو که انرژی کم شده، الان اروپا ترسیده واسه این باید خایمالی کنن. خب پس این چیزها شاید یه چیزای بلد باشه، مثلا به نظر من ایده خوبی نیست بیایم همه کسایی که قدرتانو بنریزیم بیرون. الان باید بیایم بگیم آقای رئیسی شما تو مثلا شما بشو رئیس امورات خارجه، ولی دیگه نمیتونی راجع به گشت صحبت کنی. آدمو که الان هستن و من نمیگم آدمو خوب و بدین، مطمئنم بدن، دارم بهتون میگم، من دارم میگم همه ایرانی هستن کلا بد شدن تو این چند وقت، ولی بالاخره اینا یه چیزی بلدن، یه چیزی تجربه دارن تو این داستان، نباید دور بریزیمشون بیرون. همین کار 43 سال پیش کردن، آدمو خوب ریختن بیرون، ببین کشا به گوه کشیده شد دیگه. الان اینا خوبان، اینا بره دیگه فقط بدتر از این میاد، چون اون موقع چهار تا آدم حسابی وجود داشته و اینا رسیدن به قدرت دیگه. ببین الان چی میشه، فقط گشنه و وحشی ها میان، همه هم میخوان انتقام بگیرن. واسه این به نظر من الان باید یه نفر یه دونه لیست درست بکنه خیلی عاقلانه و راجع به این صحبت بکنن، مردم نظرشون رو بگن چی میخوان، واقعا با مردم میشه صحبت کنه بگن چی میخوان. هر کسی یه مشکلی داره، هان همه رو باید لیست بکنیم، یه لیست گنده باید تحویل داده بشه که آقا تا وقتی که این لیست انجام نشه ما میریزیم تو خیابون دیوونه بازی نمیاریم. پدر مادران باید ساپورت کنن، بچه‌هایی که دوست ندارین بریم بیرون قور بزنین نمیدونم جوین کنین بقیه رو کاملا میفهمم، ولی میدونین که هنوز خیلی کار میتونین بکنین. میتونین شب مثلا آب بندازی برای بچه‌هایی که دارن تظاهرات میکنن که آب بخورن چون تشنه شونه، میتونی دیگه غذا بسشون بذاری، شیرینی بذاری دم در، میتونی تو از پنجره داد بیداد را بندازی، میتونی وقتی اینا میان از اون بالا چیزی پرت کنی روشون، و از همه چی مهمتر انقلاب تو خونه باید اتفاق بیفته. آقا اونایی که مامان بابا عمو اینا دهاتی دارین بریزین سرشون باشون بحث کنین، بگین چرا مثلا یه دخانه نمیتونه کنشون رو بیرون، بگه گفت اه تو اصلا نمیفهمی تو دیوانه، بگو تو نمیفهمی، تو بیشوری، تو قدیمی و پیری، برینین به این پیرا، این ریش سفید این کت خدا اینا مال زمان کت خداییه، تموم شد این موضوعا، الان آدم با عقل میره جلو. و همیشه نشون میده بچه های جوان عقلشون قوی تره، چیزای بهتر میفهمن، چیزای بهتر درست میکنن، قشنگتر فکر میکنن. خب پس این داستان باید عوض شه، کشا با بفرست جوونا. الان اگه این دهه 80 نبودن ما چه گویی میخواستیم بکنیم؟ اون چلیا که گوه زدن به کشور رفت، ما هم که اصلا نمیفهمیم چی تو جنگ بزرگ شدیم چاقال، شما 80 دارین بازی تکونی میدین. ببین این دفعه اگر بی دلیل تموم بشه خیلی نامردیه، چون بالای 100 نفر اوردی کشته شدن، هزاران نفر زخمی شدن، هزاران نفر دستگیر شدن، بیناموس شدن، بی احترامی بهشون شده. دیدین صحنه دخترها تو خیابون پرت میکنن، سرش میخوره زمین. اصلا چرا اینو به خودشون زده؟ چرا مثلا اون رئیس پلیس نمیاد اون پلیس رو همونجا دستبند بزنه ببره بعد دادگاهیش کنن بگن که تو خیابون بی دلیل زده بندازنش فلان؟ قوی باشین، با هم باشین، و میگم یه هدف داشته باشیم که الان من درخواستم این طور خود این ویدیو رو یه جوری برسونین به دست یکی از اونایی که بالای 10 میلیون فالوور داره و داره اکتیوه،
که یه همچین لیستی درست بشه، یه ریکوست داده بشه که آقا همه ایرانی‌ها این لیستو بزنن که آقا ما این چیزا رو می‌خوایم از دولت ایران. چون اینجوری نیستش که بعد اینو به کی گفتم، گفتش که ببین آردی با ایران جنگ شده، یعنی همه رفتن خواستن خواهش کنن و همیشه به ضربه خورده، این دفعه باید چیز کنیم، این دفعه باید، این دفعه هم دیگه آخرین راه انقلابه. ولی میفهمم، ولی انقلاب بدترین که اتفاق واسه کشور میندازه، چون کی میخواد بیاد قدرت رو بگیر دستش؟ این خیلی مهمه. الان اون لیست رو من ترجیح میدم که آقا ما یه لیست درست بکنیم، میگیم از دولت عزیز حمال آدمکش این چیزها لازم داریم، که آقا دیگه شما نمیتونی آدم‌ها رو ببری، دیگه روزنامه میتونن آزاد باشن، میتونن هر چی میخوان بنویسن، کار بد نکن تا راجبت شرابه ننویسن، به جای اینکه اون کسی که شرابه تو رو لو میده رو بهش بگی آدم دزدی اونو بکشی. الان که دیگه بهترین موقع است، الان که خامنه ای میگن انقدر حالش بده داره میمیره، اینجور موقع دفعه میگن شاید خدا واقعی باشه، ولی در اصل الان که داره میمیره، خب الان بهترین موقع است دیگه، الان رئیسی بیاد بگه آقا این خامنه ای داره میمیره، ما به احترام ایشون نمیدونم این حرفایی بزنیم، ولی حالا که این دیگه نیست فلان، نذین یه دعیوس دیگر جای خامنه ای فردا دوباره همین داستان 40 سال دیگه بره جلو، چون نمیتونین شما بکشین جلو، مردم به اینجاشون رسیده، این الان وقتشه ها، الان داغه، الان یه آدم مهمی که تو کشور هستن مثل رهبر نمیدونم فلان، رهبر اون، رئیس این، الان وقتشه که این آدم ها بیان حرف بزنن، بیان سعی کنن تغییر و فشار بدن، این دفعه تمام بشه نمیدیم دفعه بعد که، یا تمام دنیا داره کمک میکنه، از هکرها گرفته تا آدمایی مثل من، تا بیرون ما ونکوور رفتیم را رفتیم پراکور کم ریخ، فکر میکنم پوز کل دنیا رو زدیم، هیچ جای دنیا اندازه ونکوور جمعیت نیومد، به خاطر اینکه پلان داشتیم، همه جای دنیا یهو گفتن فردا جمع بشیم، فردا جمع میشیم، برای مهسا ونکوور گفت 6 روز دیگه جمع میشیم، روز یکشنبه که تعطیله، فلان ساعت تا فلان ساعت جای فلان، قشنگ رو حساب کتاب رفتیم جلو، پوز دنیا رو زدیم. این فرق برنامه ریزی و بدون برنامه ریزیه، همین اشتباه رو تو ایران نکنیم لطفا. خب بچه ها ببینید، اگر این دفعه ضربه بخوریم و نتونیم کارو تموم کنیم و دولت نیاد به کمکمون که اینجوری داره پیش میره و اینجوری شواهد داره اینجوری نشون میده، اصلا نباید ناراحت بشین، چون شما دیدین چقدر آدم پشت سر هم اومد، یعنی تمام دنیا اومد پشتتون، چون دارین حرف درست رو میزنین، چون دارین کار درست رو انجام میدین، واسه همین دفعه بعد خیلی قوی تر میتونیم انجام بدیم، امیدوارم دفعه بعدی وجود نداشته باشه. آخه ببین من راستش بخوام، من نمیخوام این دفعه انقلاب بشه، دروغ چرا بهتون بگم، این دفعه انقلاب بشه کشور به گنگ کشیده میشه، چون پلان نداریم. شاید اشتباه بگم، شاید مثلا انقلاب بشه یهو یه سری آدم سری بیان، مثلا پهلوی بیاد مردم سری قبولش کنن، ولی چیزی که من میدونم الان ولیعهد الان بلند شه بیاد ایران، مردم خیلی قبولش نمیکنن، خیلی میگن دعیوس واسه 43 سال ما جنگ کردیم، حالا تو اومدین، میدونی اینا هم هست جوریه که مثلا ما خیلی آدمای راحتی هستیم و از این حرفا، واسه همین ما یه پلن نداریم. ولی اگر همه تو خیابون نشن داد میزدن ولیعهد ولیعهد ما منتظرتیم، خب یارو میگفت بیام دیگه، اونم آماده کرده بود خودشو، یعنی اینجوریه که مردم بعد اون آماده کردن، اون بعد خوش میذش اونجا که میگه آقا من 20 نفر پشتم هستن، 4 تا دکتر و مهندس هستن که حاضرن فردا بلندشن زندگیشون رو دراپ کنن تو کانادا، آمریکا، آلمان، بیان ایران، ایرانو بسازن و و و و و و. ولی وقتی هیچ کسی وجود نداره، این دفعه انقلاب بشه من میترسم. من میگم این به عنوان یه هشدار خیلی قوی، ولی نمیدونم یه مغزم داره منفجر میشه، چون هیچ وقتی همچین اپورتونتی نخواهیم داشت، این همه دنیا پشتمون باشه، رکورد توییتر، رکورد اینستاگرام، هکر قوی ترین هکرهای دنیا، تمام بانک‌ها رو سرویس کردن، تمام اکانت، یعنی خیلی عزتشون کردن، یعنی پشت صحنه اینا دارن زجر میکشن، هر کسی که آدمای کامپیوتری اینا رو میفهمه، جلو نشون نمیدن، یه مقاله میزنن بیرون میگن برقمون رفته بود، ولی دروغ میگن، اون پشت دارن دهنشون داره سرویس، چقدر چیز از دست دادن، چقدر ضرر مالی خواهند داشت به خاطر همین. من واقعا نمیدونم از این بی برنامگی، من خیلی عصبانیم، نمیدونم چی کار باید کرد واقعا. کاش این آدم، میگم این آدمایی که الان تریبون دارن تو این کاش اکتیو بودن، به جای اینکه مثلا هی فقط ویدیو شیر کنن و هی بگن مثلا این کتک خورد یا اینو گرفتیم، الان پلان رو شیر کنن که مردم ببینن و برن بگن آقا مثلا فلانی بیا پشتتیم. نمیدونم آقا، خیلی خوشحال میشم که ایران هم به کشور خوبی تبدیل بشه که آدم به تو سالی، نه سالی، حالا تو زندگیم دوبار دیگه برگردم ایران با مسافرت.
بقانه رو ایران از ما گرفتن دیگه. ما کسی هستیم که ایران رو دست داریم. خیلی بده که کشور واقعی خودتو نداشته باشی. من میگم همیشه کانادایی هم، ولی خب تاییدم که نیست. میگم هم ایرانی هم، تاییدم نیست. واسه این من آدم معروف بی کشوری هستم. شما که موندین و تو کشورتون هستین میتونین با کشور بشین. توی 40 سال کشورهایی مثل دبی و چین و کره و اینا به چی رسیدن؟ 40 سال کشوری هم مثل ما ببین به چی رسیدن. تکرار نکنیم اشتباه، من فقط همین دارم میگم. ولی چیزی که خوبی از این باید ببریم اینه که دیدیم چقدر همه پشت هم میتونیم باشیم. اتحاد رو دیگه یه رنگش رو دیدیم و فکر میکنم خیلی ها با این بتونن وصل بشن و عشق کنن و خودشون رو قوی تر کنن در آینده. و برابکس عشق من توی قسمت کامل لطفاً اگه نظری من به نظرتون اشتباه میگم برام بنویسین، من کامنت ها رو همه رو میخونم. به من بگین کجاشو درست میگم کجاشو اشتباه میگم، پلن به نظرتون چی باید باشه، خشم الان دیگه از روسری گذشته به کجا رسیده، مردم چه چیزایی میخوان عوض بشه. من خیلی دوست دارم چیزا رو بدونم. به من با من صحبت کنین، حالا هر کسی که الان دستش به اینترنت میرسه، فعلا که همه چیو بستن، امیدوارم زودتر درست بشه. چاکس.